سلام به همه دوستان خوبم دوشنبه اول دیماه 1399 21 دسامبر 2020 من قبل از اینکه بحث امشب رو صحبت کنم یه توضیح بدم در مورد ویدئوی دیشب که مخاطبش آقای محمد علی زم پدر شهید روح الله زم بود تعداد زیادی از دوستان با گرایش های مختلف فکری برای من پیام فرستادن. از یک جهت برای من بسیار خوشحال کننده بود و اون که بسیاری از مخاطبان برنامه خیلی علاقمند هستن که انصاف در مواجهه با همه رعایت بشه حتی کسی که رفتار و گفتارش رو نمیپسندیم یا حتی رفتار و گفتارش باعث عذاب ما شده باعث دلخوری ما شده باعث افزایش دلسوختگی ما شده ببینید تردید وجود نداره که دو سه تا پست اینستاگرامی که های محمد علی زم بعد از در آستانه هفتمین روز شهادت روح الله منتشر کرد باعث دلسوزی, دلسوزی بیشتر بسیار از افراد شد که نسبت به روح الله دلشون سوخت و نسبت به مظلومیتش و ظلم و جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شد اما تذکری که دوستان به من دارند که من توضیح هم میدم از این جرمن رو خوشحال کرد که کسانی که حتی با لباس آیزم مخالفن با منشش مخالفن با تفکرات مذهبیش مخالفن با گرایشات سیاسی حالا گرایش های فعلی یا گرایش های سابق مخالفن در این حال به مسائل انسانی توجه دارن تذکر دوستانی بود که آیا تو احتمال نمیدی که آقای زم تحت فشار این حرفا رو زده به خصوصی که از دوستان که حالا از داخل کشور هم بر پیام فرستاد و اطلاعات نسبتا خوبی داره من رو ذهن من رو برد به دوازده سال پیش یازده سال خورده پیش در جریان دادگاه های مربوط به جنبش سبز یکی آقای رو بردن در تلویزیون خب خیلی ظاهرا نه تنها ابراز پشیمانی بلکه نوعی خوشرقصی نسبت به حکومت کرد فقط این نبود که مثلا بگی من پشیمونم من اشتباه کردم در حد واقعا خوشرقصی بود به من یادآوری کرد که علت رفتار این بود که دختراشو آوردن در همون زندان جلوش گفتن که اگر حرفایی که ما بخوایم در تلویزیون نظری به دخترها تجاوز میکنیم شاید بعضی اینا باور نکنن اما باور کنید در سیستم قضایی جمهوری اسلامی هست من این داستان خیلی برای خودم سخته که بگم یک بار دیگه هم گفتم بازم میگم در دفتر قاضی حداد حد آقای آقایی بود که همه هم, هم میشناسنش کسایی که رفت آمد داشتن این آدم بسیار آدم حتاکی حت بود و بسیار رفتارش با خانواده زندانیان سیاسی آزاردهنده تحقیرآمیز و بسیار زشت بود یکی از افرادی که در اون دادگاه رفت آمد داشت به من می گفتش که یه روز در حضور این آقا اون آقا با خانمش دعوا داشت دعوای خیلی شدید و اختلافات شدید خانوادگی میگفت در حضور متهمین در حضور پرسنل دادگاه در حضور بسیار از افراد اون آقا زنگ زد به خانمش گفتش که فلان فلان شده ب... چند نفر بفرستن به تو تجاوز بکنن این آدم ها در این سیستم قضایی هستن پس از اینها بعید ندونید که اون کار رو انجام اون حرفو یا تهدید کنن دوستی که امروز به من تذکر داد دیروز تذکر داد گفتش که یاد اون آقا بیفت و بعید نیست که شاید زم رو از این طرف تحت فشار گذاشتن ببینید البته من حتی اگر این باشه به هیچ وجه کار آقای زم رو قابل توجیه نمیدونم برای اینکه رفتارش میتونه آدمی رفتار کنه که مثلا باعث ناراحتی حکومت نشه یا حتی دل حکومت رو اما نوع عباراتی که آقای محمد علی زم در دو تا پست اینستاگرام به کار برد بسیار ناراحت کنند است و اون که جلوه میده که روح الله واقعا گناهکار بوده همون چیزی که حکومت میخواد حکومت میخواد به مردم میگه آقا ببینید حتی پدر این آدم اعتراف میکنه که روح الله گناهکار بوده این که بعد در پست بعدیشون بعد از اینکه بعدش صحبت کردن پست دیگه گذاشته در اون پست میگه که روح الله برای جبران حقی که از دیگران ضایع کرده در این مدت که در زندان بوده برای اونها نماز خونده قرآن خونده روح الله متنبه شده یعنی در واقع تثبیت میکنه ببینید اینکه همه ما اگر اعتقاد مذهبی داشته باشیم هممون انقدر گناه داریم که نیازمند توبه باشیم اگر اعتقاد مذهبی نداشته باشیم پایبندی اخلاقی داشته باشیم حتما به افراد ظلم کردیم حقی از افراد ضایع کردیم به لحاظ اخلاقی موظفیم مدیونیم بدهکاریم بهشون که ازشون عذرخواهی از کنیم اما درست در, در روزهای بعد از اعدام روح الله زم... اگر کسی بیاد از توبه روح الله صحبت کنه اگر بیاد از تضییع حقوق دیگران توسط روح الله صحبت کنه یعنی تثبیت همون حرفهای حکومت واقعا روح الله زم حرفایی که در مورد صادق لاریجانی زد ظلم به صادق لاریجانی بود صادق لاریجانی که یک عمر به این ملت ظلم کرده مالی فرهنگی سیاسی قضایی حرفایی که در مورد رئیسی زد ظلم کرده حرفایی که در, موشب... در مورد مشتبه خامنه زد ظلم کرد ببین من میگم همه ما حتما در زندگیمون خواسته یا ناخواسته به افراد ظلم کردیم اگر مذهبی باشیم باید توبه کنیم زمینی که توبه هم به تنهایی کفایت نمیکنه اگر نسبت به کسی ظلم کردیم باید بریم رضایت اون طرف برس بیاریم بعد سعی کنیم جبران کنیم اینکه مثلا ما برای طرف قرآن بخونیم نماز بخونیم فکر نمی کنم مثلا حل کنه اگر هم مذهبی نباشیم میگم به لحاظ اخلاقی موظفیم یعنی همه ای ما قطعا در طول عمرمون اشتباهاتی می کنیم عصبانی میشیم حق رو ناحق می کنیم به کسی ظلم می کنیم حق کسی زایی میکنیم و اخلاقا یا بر اساس مبانی دینی موظف به جبران هستیم موظف به توبه هستیم موظف به پوزش خواستن هستیم اما اینکه در همزمان با اعدام روح الله حرفا مطرح بشه یعنی تثبیت ادعاهای واهی دروغ فریبکارانه و جنایتکارانه حکومت همون حکومتی که من دیشب اشاره کردم حتی تا آخرین لحظات بر سر روح الله و پدر و مادرش کلاه گذاشته خب این حرفای آقای زم یعنی حتی اگر آقای زم تحت فشار حکومت قرار گرفته باشه اینکه با قلم خودش یه چیزایی بنویسه که بسیار از افراد قانع بشن پس روح الله گناهکار بود این کار به نظر من بخشیدنی نیست اما این فرض رو من رد نمی کنم که ممکنه تحت فشار گذاشته باشن حکومتی که از هیچ جنایت فروگذار نیست از هیچ جنایتی روگردان نیست من بعید نمیدونم که این کار کرده باشم آقای زم تحت فشار باشه اما به هر حال اگر آقای زم تحت این فشار های حرف زده من حرف اون پس نمیگیرم مخاطب حرف عوض میشه مخاطب حرف به جای محمد علی زم میشه علی خامنه ای جنایتکار که در رأس این فساد ها هست در رأس این کارهای مشمعز کننده و این کارهای ضد انسانی ضد اخلاقی ضد دینی هست مخاطب حرف من میشه ابراهیم رئیسی قاتل میشه مقیسه قاتل میشه مقیسه فاسد دزد و قاتل اما اصل حرف عوض نمیشه یعنی اینکه روح الله زم رو چه از زبان پدرش چه از در متن حکم چه در رسانه توسط یک آدم فاسدی مثل علی رزوانی گناهکار جلو بدیم گناهکاری که در واقع تثبیت اتهامات ناجوان مردانی حکومت هست این کار گناه بزرگه چه روح محمد علی زم مرتکب شده باشه و چه دیگران متاسفم که آقای زم حالا میگم البته اون فرضیه رو من رد نمی کنم اما اگر ف... به دلیل فشارها یا تهدیدهایی که نسبت به خانوادهش کردن همون خانواده ای که شجاعانه ایستاده یعنی دختر ایشون که ممکنه به خاطر تهدید اون آقای زمناچا چورش کتاب بیاد میاد شجاعانه میگه روح الله شهید شده همسرش که ممکنه به خاطر تهدید اون آقای کوتا آمده باشه یا ناچار شده حرف زده باشه میاد میگه جهانی به, خوا... به احترام تو برخواست و اونطور از پسرش توصیف میکنه حالا به خاطر اونها ممکنه آقای زم یه حرفایی زده باشه اما به هر حال اگرچه میگم من حتی اگر تحت فشار و حکومت باشه با در این حکومت از هیچ کاری عبانت نداره باز هم بعضی از عبارات و جملاتی که هایزن به کار برده قابل توجیه نیست من یه نکته دیگه هم در این مورد بگم بعد برم وارد بحث اصلی میشم ببینید یک موقع آقای عزت الله صحابی گفته بودن که تو در زندان‌های شاه هم بودی ولی هیچگاه نمیری جلوی دوربین تلویزیون اعتراف بکنی و اما در زندان جمهوری اسلامی علیه خود اعتراف کردی گفته بود که یک نفر باید هم زندان شاه رو تجربه کرده باشه هم زندان جمهوری اسلامی تا بفهمه من چه کشیدم یعنی میفهمیم در زندان های جمهوری اسلامی یا در مواجهه ای که با افراد دارن چه رفتاری میکنن من دیشب هم اشاره کردم که یک اطلاعیه دادسرای تهران داده و گفته که برای پدر روح الله زم جلسه تبیینی و برای سایر وابستگان هزاری صادر شده خب در اون جلسه تبیینی ممکنه تهدیدای کرده باشن اما با توجه به شناختی که آقای زم از حکومت داره قطعا در این روزها حداقل تا هفته ماه آینده هیچ تهدیدی رو علیه خانوادش اول به دلیلی که نمیخوان در واقع یک مظلومیت مضاعفی ایجاد شه ممکن رو در آینده به همین جد سرعت واکنش آقای زم سرعت تغییر موضعش نسبت به گزارش یک هفته قبل بسیار تأثیر انگیزه و من همچنان محکوم میکنم ایشون رو اما اگر ناشی از فشارها باشه مخاطب حرف من به جای محمد علی زم میشه علی خامنه ای میشه قاضی مقیسه میشه ابراهیم رئیسی میشه اون اصلاح طلبان فاسدی که در داخل و خارج از دستگیری روح الله زم اظهار خوشحالی کردن میشه عطا مهاجرانی میشه حمزه قالبی و دیگران من از این موضوع بگذرم و یه نکته آخر هم این که خانم شیرین عبادی یک در واقع نکته بسیار جالبی در مورد روح الله گفته گفته که بعضی هم میگن که روح الله فریب میخورد و بعض از اخبار جعلی رو منتشر میکرد گفته مگه ماها فریب نخوردیم اشاره کرده به خودش گفتم من مثلا با این سوابق از فریب جمهور اسلامی رو خوردم فریب رول خمینی رو خوردم در دوره اصلاحات فریب اصلاحات رو خوردم واقعیتش اینه که من میخوام فراتر از اون بگم مردمی که در سال 76 فریب خاتمی رو خورده بودن در سال 92 دوباره همون فریب رو خوردن پس و در سال 96 تعداد بیشترشون فریب رو خوردن خب جمع... کشوری که 24 میلیون نفرش میتونه فریب روحانی رو بخوره حالا یک جوانی مثل روح الله زم هم ممکنه فریب خورده باشه و چند تا خبر غیر واقعی هم منتشر کرده باشه ببخشید بخش اول که بخش غیر اصلی صحبت اقدار طولانی شد اما موضوع اصلی صحبت من در مورد یک مقایسه هست بین سال 99 و سال پایانی عمر روح الله خمینی به نظر من مشابهت ها بسیاره و همین من رو قانع میکنه که خامنه ای در وضعیت سلامتی مناسب نیست من نمیگم مرگش نزدیکه ولی یقین دارم در به لحاظ سلامتی در شرایطی که همه اطرافیان و کسانی که خودشون رو آماده کردن به خیال خودشون بر اسب زین کرده و از ذر من جنازه اسب فلایت فقیه سوار بشن رفتارشون رفتاریه که در سال پایانی عمر خمینی انجام شد ببینید در سال پایانی عمر خمینی دوست اتفاق مهم افتاد یکی این که رقابت های درون حکومتی و کسانی که میخواستن بعد از خمینی تکیه بزنن بر جایگاه ولایت فقیه نقشه کشیدن خمینی به لحاظ به نظر من عقلی از ثبات لازم برخوردار نبود به نام خمینی خیلی کارا کردن این مطلب بارها گفته شده تمام مکاتباتی که در مورد آقای منتظری انجام شده در سال پایانی عمر خمینی به خط احمد خمینی به خط خود خمینی نیست آقای خمینی از بعد از پذیرش قدنامه 598 در تابستان سال 67 تا روزی که فوت کرد هیچ حضور تلویزیونی نداشت هیچ ملاقاتی نداشت که اخبارش منتشر شه جز یک پیام نوروزی سال 68 که تقریبا دو ماه خورده قبل از فوتش بود دو ماه قبل از فوتش در اونجا حالا اگر کسانی برن در آرشیو مراجعه کنن یک اشتباه بسیار فاحش در پیام خیلی دو سه دقیقه داشت و گفتش که ما از ابد اینطور بودیم یعنی مثلا در که از ازل ابد آینده است گفت از ازل از گفت از ابد ما اینطور بودیم یعنی نشون میداد که اصلا مسلط به خودش نیست و میگم هیچ حضور رسانه‌ای نداشت هیچ سخنرانی عمومی نداشت یکی دو تا مثلا شاید صحنه‌ای نشون دادن تنها صحبتی که از تلویزیون پخش شد همین صحبت پیام نوروزی 68 بود که بسیار کوتاه و مشخص بود که حالش مساعد نیست خب در اون چون بسیار از اقدامات که رقابت های در اون حکومتی منجر به عزل آقای منتظری از قایم مقامی رهبری شد البته خود آقای منتظری هم مایل بود اما رسمیتش رو خمینی داد ببین آقای منتظری وقتی که نامی بسیار بیادبانه و گستاخانه خمینی رو دریافت کرد استعفا نداد از قایم مقام رهبری نامه نوشت به خمینی گفت من از, خبر... از شما میخوام به خبرگان بگید که مسلحت ملت رو در نظر بگیرن خمینی در جواب نوشت متشکرم که شما استعفا کردید در حالی که آقای منتظری استعفا نکرد اما به هر تمام مراحل مکاتبات و بحث هایی که فیما بین خمینی و آقای منتظری انجام شده بود مکاتبات تمامش به خط احمد خمینی یعنی یک دونش به خط خمینی نیست خب شرایط طوری بود که رقابت هایی در آن حکومتی در رأسش احمد خمینی و رفسنجانی نقشه هایی کشیده بودن برای بعد از خمینی اومدن منتظری رو را عزت کردن عین اون اتفاق داره الان میفته کسانی که خودشون رو در معرض جانشینی خامنه ای می میبینن درگیرهاشون انقدر بالا گرفته که رئیسی میاد علیه صادق لاریجانی به صورت مفتزه و رسوا افشاگری میکنه یعنی دادگاه تبری یک نمایش بود یک تئاتر بود تبری قطعا آدم فاسدیه اما همین تبری در تمام دوره‌ای که آقای رئی... تبری فسادها رو میکرده آقای رئیسی یه مدتش معاون اول قوه قضاییه بوده یه مدتش دادستان کل کشور بوده و یه مدت رئیس بازرسی کل کشور بوده اتفاقا بازرسی کل کشور مهمترین نهادی که با به فساد رسیدگی میکنه آقای رئیسی چون تبری گفته من 22 سال در قوه قضایی خدمت کردم جز دو سال از این 22 سال که دو سال پایانی در واقع ریاست قبل از ریاست رئیسی بر قوه قضاییه که رفته بود رئیس آستان قدس رضوی شده بود 20 سال از 22 سالی که تبری خودش میگه اونجا بودن و میگن مرتکب فساد شده آقای رئیسی از ارکان اصلی قوه قضایی بود و اتفاقا نفوذ در قوه قضایی همون موقع از لاریجانی کمتر نبود که لاریجانی به صورت مهمان اومد وارد قوه قضایی شد و رفت اصلا سابقه نداشت در حالی که رئیسی از اول انقلاب در قوه قضایی بوده میگم در بازرسی کل کشور در سمت معاونت اول و در سمت دادستان کل اما حالا که بحث رقابت بر سر جانشینیه یارشون میفته که فاسده افشاگری هایی که لاریجانی علیه یزدی و دیگران کرد افشاگری هایی که بعضا اصلاح طلبان علیه اینها میکنن به خیال خودشون میخوان حسن خوانی رو بیارن بذارن یارگیری هایی که بعضی از اصلاح طلبان میکنن حتی موسوی خوانی رفت به قالیباف نزدیک شد به خاطری که ثروت زیادی قالیباف داره اینا در واقع سرمایه‌گذاری که میکنن این رقابت هایی که برای به خیال خودشون به خاطر چشم دوختن به جایگاه ولایت فقیه داره انجام میشه دقیقا این رفتاری که در سال پایانی عمر خمینی با آقای منتظری کردن به طمع این که برن جایگاه رو بگیرن که البته نقشه اصلی رو احمد خمینی و حاشمه رفسنجانی کشتن که آقای منتظری رو ازلش بکنن زمینش هم فراهم کردن تصورشون همین بود که با توجه به شناختی که از آقای خامنه‌ای داشتن که در هشت سال ریاست جمهوری توی شیشه کرده بودن شیشه اختیار نداشت و سکوت میکرد دلش خوش بود که میشینه پیپ میکشه مثلا دو تا سفر خارجی میره تشریفاتی سفیر به حضور میپذیره بعضی این کارا و در هیچ کاری اجازه دخالت نمیدارن فکر میکردن که دوره رهبری مینه نقشه هاشمی رفسنجانی بود که رئیس جمهور مادامور اون بشه و خیلی هم تلاش کرد عبدالله نوری و مهاجرانی هم در این مورد خیلی تلاش کردن حتی علنی صحبت کردن رفتن از ملک عبدالله امیر ام امیر عبدالله ولی عهد وقت عربستان پیام آوردن برای خامنه ای که اگر رفسنجانی رئیس جمهور دورش ادامه نشه در اواخر دور دوم رئیس جمهوری رفسنجانی بود پیام آوردن برای خامنه ای که اگر رفسنجانی تمدید نشه شما ضرر میکنید و از این کارا در واقع نقشه این رفسنجانی و احمد خوانی بود که خامنه ای میشه یک رهبر تشریفاتی رفسنجانی رئیس جمهور مدام و همه اختیارات رو داره خب در واقع با همین طمعی که آقای رو در واقع همون روشی که آقای منتظری رو از کردن برای اینکه حکومت در اختیار باند خاصی باشه همین روش الان داره انجام میشه باند رئیسی فکر میکنه که اصلی ترین رقیبش لاریجانیه و تلاش میکنه که لاریجان رو ضایع کنه که مثلا یک از رقبا حذف شه لاریجانی به نحوی علیه باند دیگه ای که اونها هم بالاخره کاندیدای داشتن محمد یزدی اونها هم کاندیدای داشتن برای رهبری این یکی از مسائل بود در واقع شباهت سال پایانی عمر خمینی با سال 99 حالا از عواسط 98 و 99 یک اتفاق دیگه که در سال پایانی عمر خمینی افتاد ناگهان گفتن که خمینی دستور داده که قانون اساسی اصلاح بشه یک دستوری نوشت در حالی که کاملا در اوج بیماری خمینی بود در بهار سال 68 حالا خمینی در اون دستور عملی که حیعت بازنگر برای هیئت بازنگری قانون اساسی نوشت چند نکته که تمرکز مدیریت قوه قضایی قبل شورای عالی قضایی بود ولی خمینی دستور داد که تمرکز بشه که اصلا ما قبل از بازنگری قانون اساسی چیزی به نام رئیس قوه قضایی نداشتیم رئیس دیوان, دیوان عالی کشور داشتیم دادستان کل کشور داشتیم و سایر مقامات عنوان رئیس قوه قضایی در بازنگری قانون اساسی شد اما واقعیت قصه اینه که اصل بازنگری قانون اساسی به درخواست رفسنجانی بود که خودش داشت آماده می‌کرد برای ریاست جمهوری اختیار در واقع نخست وزیر رو به طور کامل حذف کردن و اختیارات گسترده به رئیس جمهور دادن یعنی اختیارات رئیس جمهور حتی از اختیاراتی که نخست وزیر به عنوان رئیس دولت در قانون اساسی قبلی داشت بسیار بیشتر بود خب این کار الان داره به نحوه دیگه میگم در سال پایانی عمر خمینی اومدن چون رفسنجانی برنامه‌ریزی کرد برای ریاست جمهوری مادام عمر اومدن قانون اساسی رو عوض کردن قانون اساسی اصلاح کردن بسیار ارادات فراوانی داشت همون اراداتی که باعث شد که خمینی بارها به اعتراف خودش قانون اساسی رو نقض کنه حالا اون موقع توجیهش بود به خاطر جنگ که البته بعدش هم نقض کرد اگر قرار بر اصلاح قانون اساسی بود اونها رو بعد اونها رو کرد اما واقعیتش اینه که اصل مهمی که میخواستن اصلاح کنند بحث تغییر ساختار دولت و حذف پست نخست وزیری و تمرکز اختیار در رئیس جمهور بود همون اتفاق الان داره میفته در داخل مجلس و جاهای دیگه دارن ترکیبی درست میکنن که رئیس جمهوری که مورد نظر باندی از قدرت هست به خیال خودشون رئیس جمهور بشه که بتونه اختیاراتو در دوره رهبر بعدی داشته باشه و کارهای انجام بده حالا یا هم... یه باندشون دوباره که هماهنگ با مشتاق خامنه‌ای کما اینکه مشتاق خامنه‌ای در انتخابات سال 84 هم در ستاد قالیباف بود که حالا من یه بار هم توضیح دارم بازم توضیح خواهم یک عملیات فریب به معنای واقعی بود از قبل خامنه ای تصمیم گرفته بود که احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، یه نفر می‌خواستن سیبل بشه که همه اصلاح طلبا بهش فحش بدن. اگر برگردید به اتفاقات سال 84، کسی اصلا تصور نمی‌کرد احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، همه حملات، همه تخریب‌ها علی قالیباف بود و احمدی نژاد سالم موند و تونستن بکشنش بالا. ولی به هر حال مشتبه خامنه در ستاد قالیباف این خیلی علنی بود، کما که در نامنگاری کروبی با خامنه ای اشاره شد که آقازاده شما در ستاد قالیباف رها تمت داشته و این خیلی بده که حالا بگن از طریق آقازاده شما میخوان یه نفر به ریاست جمهوری برسنن خب به نظر میرسه که الان باند مشتبه خامنه ای به دنبال اینه که یک فضایی درست کنه که به لحاظ قانونی کسانی که رقیب اصلی قالیباف میتونن باشن حسب بشن این کاری که رفسنجانی در سال 68 کرد برای گسترش اختیارات خودش اون موقع رقیب خاصی وجود نداشت میخواستن اختیارات رو برای منتقل کنن الان بعضی از رقابای در اون حکومتی وجود داره اون باند قدرتی که با به مشابه خامنه نزدیک داره فضا رو برای ریاست جمهوری فرد مورد نظر خودشون که قالیباف دوز و فاسد از فراهم میکنه اتفاق سومی که در سال پایانی عمر خمینی افتاد و الان داره تکرار میشه یک سرکوب شدید و کشتار شدید ببینید هزاران نفر از مجاهدین و سایر سیاسی در زندان بودن. مطمئن بودن که رهبر بعدی اون قدرت خمینی رو نداره قدرت نفوذ خمینی و قدرت در واقع نترسی خمینی رو نداره که یک شب دستور رو اعدام چند نفر بده در سال پایانی خمینی اون هم, به خط احمد خمینی هست دستور رو از به نام خمینی مطرح کردن و اعدام کردن برای اینکه رهبر بعدی دیگه درگیری نداشته باشه این اتفاق الان داره میفته یعنی احکام بسیار سنگین قضایی و اعدام هایی که دارن پشت سرم انجام میدن همین دیروز نفر در سیستان اعدام کردن و در اگر نگاه کنید در سال گذشته ما اعدام در مقایسه با سالهای حداقل در 7 سال اخیر خیلی داشتیم خشونتی که نسبت به روح الله زن به کار بردن خشونتی که نسبت به احکام سنگینی که برای هر کسی که فکر میکردن که میتونه معارض حکومت باشه حالا از چه دخترانی که معترض به حجاب بودن چه دو تا خانومی که خانم نجمه واحدی و اون یکی خانم که اسمشون من فراموش کردم خانم هدا فامیلشون نمیدونم یادم رفته که, که به خاطر برگزاری کارگاه آموزشی برکنشون هر 8 سال و 7 سال زندان دادن این رفتار خشنی که دارن انجام میدن در معنیش اینه که میخوان هزینه این کارها به عهده رهبر فعلی باشه و با رهبر بعدی متهم به این مسائل نباشه دقیقا مثل کاری که در سال 68 کردن سال 67 کردن در سال پایانی عمر خمینی و اعدام جنایتکارانه چند هزار نفر از مجاهدین و سایر گروه های سیاسی که در زندان بودن همه اینها نشون میده که شرایط شرایط سال پایانی عمر خمینی حالا ممکن سال پایانی دو سال بشه یا یک سال بشه یا چند ماه بشه ولی رفتار دقیقا مشابه اون موقع است زمینی که در کنار مسائل حکومت داره یه کار دیگه میکنه ببینید به طور طبیعی اگر امشب بگن خامنه ای مرده به طور طبیعی میلیون نفر در سراسر کشور میان در خیابون‌ها به ابراز شادی میکنن حکومت یک خبرهای قطر چکانی خودش میده بیرون از بیماری های خامنه ای و درسته بعضا تکذیب میکنن خودشون اما اون تکذیب اتفاقا مردم رو بیشتر مطمئن میکنه که خامنه ای بعض حالش خوب نیست میخوان کم کم حساسیت زدایی بکنن که مردم هی بشنون حالش بده حالش خوبه اون خوشحالی هاشون تخلیه بشه و به خیال خودشون اگر خبر مرگ خامنه منتشر شد مردم نریزن تو چون اگر مردم بریزن تو یه اتفاق طبیعیه که نیاز به دعوت هم نداره و کنترلش مشکل و از اون صحنه خیلی میترسن پس این کار هم این به نظر من این نوع خبر رسانی در مورد سلامت خامنه ای که به تدریج مردم مرگش رو باور کنن و اون حساسیت همراه با شادیشون از بین بره که یک حضور و بروز چند ده میلیونی در خیابون نداشته باشیم به خاطر مرگ خمینی مرگ خامنه ای این هم از به نظر از نشانه های پایان نزدیک بودن پایان عمر خامنه ایه. یا حداقل پایان سلامت روحی و روانیش که بتونه حضور پیدا کنه کما که میبینید که روز به روز هم داره حضورش کم رنگ تر میشه به هر حال این شباهت ها به نظر من شباهت با تعجب تجربه ای که اینها از وقایع سال 68 دارن در اون تجربه پیدا پیاده میکنن اقداماتی که میخوان رهبر بعدی دامنش از مبرا باشه در دوره خامنه ای که به شدت بدنام از هر جهت میخوان انجام بدن که به خیال خودشون رهبر بعدی با این مسائل مواجه نباشه و به نام اون تموم نشه موفق باشید